درود بر شما دوستان عزیز ما حالت خوب باشه ظاهرا اینجور نشونه ها و شواهد هست روانی و عراقچی ملعون اینا با این قضیه 15 میلیارد دلار موافقت کردن از حرفی که این برابر شنیده میشه و شاید الان با برای به موافقت رسوندن داخلی منظور که رهبری و سپاه و مجلس و اینا شاید در چانه زدن در این زمین ها باشند که هنوز علنی نشده و مشکلشون در این زمینه باشه ترام هم از اون بر, بر گفته که سناتورها سناتور مورفی ظاهرا راضی شده و این بسیار ننگینه بسیار ننگین از قراردادهای دوره قاجار که هر روز یه از مملکت رو میدادن میرفت ناسدنشا برای که بتونه شیش ماه بره فرنگ، دختره خوشکل فرنگ رو ببینه یه بخش از کشور رو میداد به غربی تا پول استقراس کنه قراردادهای دارسی و سوگودله و قرارداد نوزنوزده و این که الان برمان، این قرارداد سیاه و ننگین هست همون آدم های خائن هستن در لباس روحانی، لباس عراقچی، لباس زنگنه لباس سالهی هم آدمایی که خیانت میگرد اونا رو ما مسخره میکردیم الان باید این آدم رو مسخره کنیم همون قرارداد ننگین رو میبندم و سر چی؟ و سر 15 میلیارد دلار واقعا خنده داره خیلی خنده داره فقط 14 میلیارد دلار رو این اساق جنگری نکبت با غارت کرده ذخیره ارزی و طلا رو داده به طبقه اشراف کشور که مزدوری و نوکریه طبقه اشراف میکنه و به همونا این فقط یه فقر است این 15 میلیارد دلار رو اینا میتونن با اصلاح سیستم مالیات از همین طبقه اشراف ایران جمع جور کنن جلو غارت و بگیرن مالیاتی که اونا بدن راحت اینا دارن یا یعنی ابر میلیاردرای ایران همشون میلیاردره دلاری هستند و بسیار ثروتمند هستن چون که دیدی که بانک مرکزی چطور جهانگیری غارت کرد 15 میلیارد دلار پول و به طبقه اشراف مفت داد و سه برابر سود کردم حالا اینا برای همون 15 میلیارد دلار برای اینکه برجام بمونه و پرستیژ این آقای اصلا اسکاتلندی باشه التماس داره میکنم برای 15 میلیارد دلار و خنده داره عراقچی گفت اگر 15 میلیارد دلار رو به ما چهار ماه بدند که نمیده چون قرار این 15 میلیارد دلار بلوکه بشه در های فرانسه و فرانسه تشخیص میده که این 15 میلیارد دلار رو چجوری به ایران برگردون احتمالا دوباره یکی از اون از اون بخشا پژو نکبت محصولاتش رو به ایران دوباره صادر بکنه و چیزهای دیگه مثل سویای تراریخته و چیزهای دارو تمام چیزهایی که قرار فروش در واقع صادرات کالای اونا باشه با سلادید اونها قرار 15 میلیارد دلار نفت بفروشیم پولش اونا نگه میدارن و اونا تشخیص بدن که چجوری 15 دلار 15 میلیارد دلار با ما برگردونن که با توجه به سابقه غربی ها خیلی هم بد اهدم و بر نمیگردونم خیلی هم بالا میکشم دوباره یه دادگاهی تو نیویورک رئیس آدر میکنه باز از این 15 دلار 15 میلیارد دلار به عنوان قرامت عملیاتهای تروریستی از این کمش میکنن اونا گفتن هر جای دنیا حتی اشد شعبی و گروه مقاومت و گروه دیگه هم به آمریکا حمله کنن ما از حساب ایران کم میکنیم حالا اینا برای 15 میلیارد دلار که واقعا پولی نیست پذیرفتن که روانی که الان گفت من دیگه عقب نش... برجامی رو کاهش نمیدم من فکر کنم اخیرا هم یه تشری بهش زده رهبر اعتمالا چون که این کاهش تعدادت برجامی مل سبروم رو آغاز پژوهش‌های های اتمی اعلام کرده ولی فرداش دوباره ما دیدیم که اعلام شدش که سنتریفیوژ آیار 6 هم گاز من ات... حدث میزنم که اعتمال قوی زیر فشار رو گذاشتن روانی رو که این قوی نیست و یه چیز دیگه هم اضافه کنه که احتمالاً با مخالفت ایشون بوده و گفتن رسما اعلام کردن دیگه هیچ عقب نشینی یا یک کاهش برجامی ما کاهش تعهدات نداریم و این عملا اعلام کردن که تمام شد حالا دارم چونه میزن برای 15 میلیارد دلار که موافقتم کردن ظاهرا و برجامی که قرار بود اونچنان رونقی رو تو اقتصاد ایران ایجاد کنه به اینجا خط شد که ما بتونیم 15 میلیارد دلار نفت اونم قسطی ده ماه به ما نمیدن تازه اگه بدن کالا بدن پژو بدن سویا بدن غذای دام بدن و این عزت آقای روحانی بود پاسپورت ایرانی روحانی دید. این یه آدمی در حد همون آدم هایی که قرار داده ننگی میبستن دوره قاجار یکی مثل همون هست شو آدم خودش تاریخ خونده باشه اونها رو مسخره کنه ولی خب خبر نداری خودش یکی از اون هاست حالا اگه فرماسن مخفی نباشه آدم اونو نباشه من به شخصم میگم هست یک از آدم های اونو از این رفت زنجانی اینو همه اینو جز جرانه فرماسنری هستن نفوزی غرب هستن یکی باید جلو اینا رو بگیره تو ایران یک کاش مجلس ما انقدر فاسد نبود آدم های فاسد رو داخل مجلس نمیفرستادن مثلا آدم های فاسد حوثباز غارتگر من نمیدونم شورای نگهبان واقعا چرا اینجور این کار داره میکنه اصلا شورای نگهبان نباید اجازه بده که طبقه اشراف و دوز و انسانهایی که صالح نیستن حق ثبت نام داشته باشن فقط انسان صالح باید حق ثبت نام داشته باشن که سابقه مالی بد ندارن سابقه اخلاقی بد ندارن سابقه سابقه انقلابی خوب داشته باشن صالح باشن فساد اقتصادی نداشته باشن ولی شورای نگهبان هر چی تایید کرد طبقه اشراف ابر میلیاردر همشون این گله به اشاره نگهبان وارده چون دموکراسی بلای جان اقتدار ایران بلای کشور ما هست چون که چون که در کشور جریان تعجر هست جریان تعجر که خادم سیونیست و لیبرال هست دیگه خادم طبق اشرافه هیچ وقت هم که آدم نمیشن هیچ وقت هم که نصیحت گوش نمیدن که اون یه جور دیگه دارن ماموریتشون انجام میدن خب تا زمانی که جریان تعجر هست در کشور خب همیشه این اسالیون و این هاشمیچی و قبیله یجوج مجوج رای میرن خب اینا رای بیارن دوره با سیانت میکنن کشور رو غارت میکنن از این شرکت ها و کمپانی های غربی پورسانتی، پولی رشوه چیزی میگیرن که بتونن بچه هاشون رو هاشون رو بفرستن امریکا و اونور تحصیل و آیندهشون تعمیم باشه پس با توجه به سیستم ناقص حاکمیتی ایران ما باید یا اینکه اول شورا نگهبان باید قشنگ آدم سالر رو انتخاب کنه که اینجور ما گرفتن. مجلس قوی اگه داشتیم، سلابه میکشید روحانی رو حتی میتونست برکنارش کنید حقیقتا این باید برکنار بشه به جمع خیانت باید محاکمه بشه به این آدمایی که این خیانت عظیم رو کردن این ضربای این سازمان استروی هن پیروز سازمان فضای هن سفینه فرستاد کره ما حالا ما قرار بود آدم بفرستیم بالا این آقا با خاک یکسان کرد پکون سازمان فضای کشور این سازمان فضا بود خیلی جای دیگر هم تعادای نوشته رو برجام انجام داد برای خوش خدمتی اگه دستش به ارتش و سپاه و بخش نظامی میرسید اونا رو زمین میزد و شما سابرده این رو داده به رهبر و اگر یعنی اونا رو میداد میرفت و این کارش هر هم. هم استرال بخاطر خاطر این استرال داره که اختیارات من زیاد بشه ما باید رفراندوم کنیم اون بخشایی که زورش نمیریسته که بده رو بتونه بده مثلا توانمندی طوان های هسته ای موشکی اینا رو هم بده بزه بره بعد گرفته پای این بازجستا رو باز کرده صنایع اتمی این همه جاسوس اسرائیل هن. اسرائیلی هن. نیستن که هر دفعه بیان آمار میده مستقیم اسرائیل تک تک این مشتق... مشخصات و جی پی اس و همه این قسمت حساس ایران فرستاده میشه آمارش به اسرائیل این بازستا که میان این دوربینا همه به اسرائیل وصله پای اینا رو گرفته باز کردی مردک ایران باید بیرون کنه پرتکل پورت... اخلاقی بیاد بیرون هیچ وقت بازرسی حق نداره بازرسی بینمالی همشون جاسوس های اسرائیل هستن همشون این حق ندارم بیان چطور یادتن باید به شما همه این مجلس هم که همشون یه آیفون دستشونه تو مجلس آیفون شنود داره الان هر چی من تو آیفون کنارم باشه من دارم صحبت میکنم آیفون شنود میکنه اون تبلیغاتشو میاره مخصوصا که حالا که سیاسی باشی نمانده مجلس باشی تمام آمار مجلس همه اینا رو شنود میکنه و میفرسته اسرائیل یا آمریکا متاسفانه در پیکر این مملکت باز اون اطلاعات خیلی ادعا میکنه اطلاعات ایران قویه به خدا این نیست خیلی هم سراخاش کنده است مخصوصا به اطلاعات که اصلا داغونه چیز دیر مجموعه دولت است اصلا خاندان یهودی تبارش است سازمان به دارد اطلاعات هستن که وجود دارن یا کسایی که تو قتل شهید آیت دخالت داشتن تو سازمان اطلاعات هستن و این مجموعه که اجاریان و بقیه و تیمشون مشخصی همه اینا رو میشناسن چیشو به هم وصلن با کی وصلن هستن به وزارت اطلاعات ایران جمهوری نیست و راحت هم علنا با قراردادهای ننگین رد پای ها رو باز میکنن همه جا رو شناسایی میکنن و این آمار نفکشار هم همین های داخلی میدن این چند روزی هم که دختر آبی و نمیدونم خودکشی و اون ازدواج و این میبینید که ترند میشه داغ میشه به خاطر اینکه حواسا پرت بشه از قضیه همین قرارداد ننگین 15 میلیارد دلاری که در حال شرفه حواس مردم پرت بشه کسی به اینجا توجه نکنه این چیز جنون تعجب هم که آلهای دست همین جریان مدرسک های همین اسالیون و قبیله یجوج هم کمک میکنه به اینا حواس مردم از خیانت پرت بشه و اصل توجه توجبات به طبقه ابرقدرتگر ایران باشه که توسط بانک مرکزی ساپورت میشن و این خیانت هایی که همین جریان میکنه با شرکت های غربی کمپانی غربی و هیچ وجه اجازه نمیدن که مثلا ما تولید در درصد داخلی داشته باشیم تولید در کشور روش کنه اینا فکر میکنن که تو توسعه در کشور با سرمایه‌گذاری خارجی انجام میشه نه چیزی شنیدن هیچ سرمایه‌گذار خارجی نمیاد دستتو که دست رو نمیگیره که تو رو روش بکنه موقع وارد میشن که تو به سوددهی و بازدهی رسیده باشی وقتی با تلاش خودت به تو غلطه که سوددهی و بازدهی رسیده باشی اونا میان شریک میشن سرمایه‌گذاری میکنن که تو بتونی توسعه بدی خب اونم ایراد داره هنوز این سیستم که سرمایه‌گذاری خارجی بیاد اون همش سرمایه‌گذارا یهودن صهیونیستن اقتصاد کشور مجبور میشه که دو چرخه اقتصادی کشور تو به شرخ به به سیاستی که اونا باز میخوان این سهم چین دیگه یا جای دیگه سه سرمگذار خارجی هیچ موجب رشد کشوری نمیشه این توهم احمقانه که این روحانی و رفسنجانی مل اون و اینو داشتن آدم باید خودش رشد بکنه تا خودش رشد نکنه به سودی و بازی نرسه هیچ خارجی مثلا غربی شرکت غربی به توی سرمایه‌گذاری کنه یا همه جای دنیا که زنجیره مالی دنیا دست اسرائیل اون اجازه بدن بیا ایران توی سرمایه‌گذاری کنه که ایران رشد بکنه این چه استراتژی احمقانه بود که ظریف و عراقچی و روحانی داشتن میخواستن چرخ زندگی مردم رو به همه چرخان رو متوقف کردن چرخ اقتصاد، چرخ علم و توسعه ایران هم که عزیزم نشد اگر روزی عزیز میشیم به خاطر اون موشکی که ما گلوبال هاکو میزنیم اینکه تمام مردم دنیا ما رو دوست دارن افتخار میکنن به خاطر بچه سپاه نه به خاطر شما نکبت های دوز و سازش پذیر کسی به خاطر رفتار شما تو دنیا تو خارج از کشور ما رو تحویل نمیگیره بلکه اون کار بچه سپاس که موجب عزت ایران میشه و دوره احمد نجات هم همینطور بیرون از کشور این اعتبار ایرانیا خیلی بیشتر شده بود الان اعتبار بر باد رفته است همه چیز کشور رو دادیم رفت سنت هسته 15 سال عقب افتادیم تا به اینجا برسیم اون میزان ما که ما داشتیم 8 تا 9 تا بمب اتمی میشد اگه در صورت اگه بخویم بسازیم الان هیچی نداریم الان اگه بخوایم دوباره به اونجا برسیم دو سال آخر احمد نژاد 15 سال وقت لازمه خب این بنده خدا هم مأمور خوبی از مأمور خوبیه دیگه آقای حسن کاتلندی این خیانت آخرش نبود خیانتش از سال 60 به شما شروع بکن پرستی کن ببین چه خیانت کرده همش هم در راستای فروش کشور ضربه زدن به اقتدار کشور خیانت در جنگ و مذاکرات خائنانه الان ما چه انتظاری داشته باشیم کی با جلو اینو بگیره مجلس که اونجا خائنه چجوری میشه جلوی خیانت های حسن روحانی رو گرفت که الان این زد و بندی که با مکرون ترامپ کرده و ظاهرا واقع انجام داره میشه و برجام داره نگه همی داره برای 15 میلیارد دلار فقط این واقعا ننگینه امیدوارم که یه فرجی بشه یه فرج ماورایی بشه ما بتونیم نجات پیدا کنیم از این خیانت ها یه جوری جلوی این خیانت هاشو بگیرم امیدوارم Pedro